در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سهشنبه در جریان همایشی در تهران بار دیگر بر نیاز ایران به رشد سرمایه گذاری تاکید کرد یکی از سخنگوهای کاخ سفید با اشاره به حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان گفت این حمایت مانع بازگشت ایران به بازارهای جهانی شده است جزئیات بیشتر در گزارش بابک راد اریک شولتز معاون مطبوعاتی و سخنگوهای کاخ سفید گفته است آمریکا به ایران توصیه کرده برای جلب همکاری مالی جهانی از ادامه حمایت از گروههایی مثل حزب لبنان خودداری کند چهار روز پیش حسن نصرالله رهبر حزب لبنان در یک سخنرانی عمومی مدعی شده بود محدودیت های مالی علیه حزب الله تاثیر ندارد چون ایران تمین کننده منابع مالی این گروه است نه بانکها. او به سراحت گفته بود کمک و پولهای ایران همونطور به دست ما میرسد که موشک هایی که با آن اسرائیل را تهدید می اریک شولتز در پاسخ به خبرنگاران گفت دولت آمریکا اطلاع دارد که بودجه و هزینه نظامی حزب از جمله اسلحه و موشک توسط ایران تامین می شود. ما در مورد نگرانی ایران درباره دسترسی به بازارهای جهانی گفتگوهایی داشتیم فعالان بازار مالی جهان اگر ببینند ایران به تأمین مالی تروریسم و تأمین منابع حزب الله ادامه میدهد این روش مشکلاتی ایجاد می کند و آنها نمیخواهند با دولتی کار کنند که از تروریسم حمایت می کند. از سوی دیگر رسانه های ایران گزارش دادند حسین جابری انصاری در سمت جدید معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه در اول سفر به دیدار حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان رفته است. یک هفته پیش آقای جابری انصاری که سخنگوی برد وزارت خارجه ایران بود برد جانشین برد امیر عبداللهیان شد رسانه های ایران این تغییر را پیامی از وجود اختلاف سیاست خارجی حکومت ایران در قبال حزب الله لبنان عنوان کردند رسانه های اصولگرا تغییر معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه را بر کناری دیپلمات انقلابی تعبیر کردند علی اکبر ولایتی مشاور بین رهبر جمهوری اسلامی نیست در اظهاراتی در حمایت از سیاست خارجی دولت به روزنامه ایران گفته است قوه عاقله و مدبر در ایران حاکم است که در سیاست خارجی بر مبنای چارچوب اصول کلان حرکت می کند و هر جا هم که به طور مشخص لازم باشد تصمیم گرفته می شود. هرچند دولت روحانی بر عادی سازی رابطه با جامعه جهانی تاکید دارد اما آیت الله علی خامنهای و گروهی از فرماندهان نظامی همچنان از حمایت گروههایی مثل حزب الله در منطقه خاور میانه دفاع می کنند و آن را بخشی از سیاست خارجی ایران میدانند بابک راد صدای آمریکا